وصف تو از قول خدا، ای حب تو حسن حسین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. وقال عليه السلام: العجز آفة والصبر شجاعة والزهد ثروة والورع جنة ونعم القرين الرضا. امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت چهارم برخی مسائل و صفات اخلاقی دیگر را در ادامه حکمت سوم مطرح فرموده است. بر اساس نقل حضرت می فرماید: العجز آفتون، خود عاجز بودن آفت هست، و صبر شجاعتون، و کسی که صبر داشته باشد در واقع واجد شجاعت هست، و زهد و ثروتون، و کسی که زاهد باشد ثروتمند هست، و الورع و جنتون، و رع و تقوا خودش سپر نجات هست، و نعم القرین و الرضا، و بهترین قرین و بهترین مصاحب برای شخص مؤمن عبارت است الرضا به کارهای خداوند سبحان. در این حکمت امیر المؤمنین علیه السلام یک سلسله صفات دیگر را برای ما مطرح می کند، گوش زد می کند، و با همون روال حکمت سوم وقتی آثار و پیامدها و نتایج یک صفت را بیان میکند، در واقع امیر المؤمنین علیه السلام از ما میخواهد که از صفات منفی و بد پرهیز بکنیم و صفات خوب را در حد امکان توان به دست بیاوریم. اولین عیبی که حضرت مطرح میفرماید عبارت است از عجز و بیچارگی. فرمود عجز برای فرد و برای جامعه اسلامی آفت هست. حالا خود عاجز بودن گاهی ممکن است عجز روحی باشد، گاهی ممکن است عجز جسمی باشد، و گاهی ممکن است یک جامعه عاجز و ضعیف باشد. البته خود کلام حضرت اطلاق دارد، عجز ناشی از فقر، عجز ناشی از بیماری، عجز ناشی از جهل و بیخبری، تمام اینها را میگیرد. همچنانی که کسی که از نظر جسمی ضعیف باشد، کسی که از نظر روحی سفیه و کم عقل و امثال اینها باشد، و یا حتی یک جامعه که از نظر درک و شعور اجتماعی با توجه به تشتت، پراکندگی، اختلافاتشون در حدی است که خودشون را عاجز و بیچاره کرده باشند، همدیگر پذیری و تحمل در میان اونها بسیار کم باشد، و یا از جهت زیرکی و از جهت درک اجتماعی اون مقدار ضعیف باشد که نتوانند مصالحشان را درک بکنند، و در نتیجه هر قومی، هر فرقه تابعی، یکی از افراد یا یکی از احزاب یا یکی از کشورهای دیگر قرار بگیرند و در نتیجه ضعیف و بیچاره بشوند. در کل امیر المؤمنین علیه السلام اینجا به ما هشدار می‌دهد که بکوشید قوی باشید. چه فرد جامعه اسلامی و چه خود جامعه اسلامی اگر ضعیف باشد، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر وحدت اجتماعی، در تمام این موارد یکی از آفات بزرگ متوجه اونها شده است. و واقعا روشن هم هست، مردمی که جاهل باشن، مردمی که اغلبشون فقیر باشن، مردمی که با هم اختلاف داشته باشن همیشه،
به صورت طبعی ذلیل و خوار می شوند. یعنی از پیامدهای عاجز بودن و بیچاره بودن این هست که انسان ذلیل می شود، بمقدار می شود، نمی تواند زندگی شرافتمندانه را از آن خود بکند. دومین نکته ای که حضرت اینجا مطرح فرمودن، فرمود و صبر و شجاعتون، امتی یا فردی که صبر داشته باشد در واقع شجاعت را هم با خودش دارد. و این مسئله بسیار مسئله مهم هست و واقعا هم همینطوری هست. امیرالمؤمنین علیه السلام هم به عنوان امام معصوم و هم به عنوان کسی که به عینه این واقعیت را تجربه کرده بودند، اصولا پیروزی مسلمانان و تأسیس امت اسلامی در مدینه بخش عمده اش ناشی از صبر اونها بودند. اگر مردمی، اگر گروهی، اگر فرد شجاعت را داشته باشد ولی اهل صبر نباشد و به زودی صبر و طاقت خود را از دست بدهد، هیچ وقت نمیتواند کار بزرگ و منشأ خدمات بزرگ باشد. اینکه مسلمانان توانستند علم اسلام را برافراشته سازند، مخالفین را شکست بدهند و به صورت نسبی جامعه پایدار را تشکیل بدهند، بخش عمدهش همچنان که عرض کردم معلول صبر اونها بود. لذا همچنان که شجاعت رهایی بخش هست، مردمی که شجاع باشند یا فردی که شجاع باشد همان طوری که خیر و برکت از وجودش میبارد، اگر مردم و فرد صبر داشته باشند نیز منشأ خیر فراوان خواهند شد و خواه نخواه دیر یا زود به هدف مقدسی که دارن دست خواهند یافت. لذا انسان در عرصه زندگی فردی اگر خواهان سعادت هست، میخواهد به قله کمال برسد و میخواهد صفات خوبی را از آن خود بکند و میخواهد سعادت اخروی را به دست بیاورد، هر مقدار که از هدف خود فاصله داشته باشد، اگر اهل صبر باشد کم یا زیاد به هدف خود خواهد رسید. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در جای دیگر میفرماید من طلب شیئا ناله او بعضه، کسی که دنبال چیزی باشد، طالب چیزی باشد، به اون میرسد، یا به کلش میرسد یا به بعضش خواهد رسید. لذا در بحث صبر بیشتر از این نمیتوان صحبت کرد. همین مقدار کافی است که علمای اخلاق یکی از ارکان عصمت را صبر میداند. به عبارت دیگر فرد معصوم که در قله کمال قرار دارد و نمیتوان بالاتر از آن پرواز کرد، معصوم باید یک سلسله صفات را داشته باشد. مثلا علم و آگاهی داشته باشد. یکی از صفات دیگر که از مقومات و شرایط اساسی عصمت هست عبارت است از داشتن صبر. لذا هست که اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام تأکید میکند که داشتن صبر برای فرد اسلامی و برای جامعه اسلامی لازم هست. انسان باید شکیبا و استوار باشد، پیوسته قدم بردارد، ناامید نشود، با روحیه ناامیدی مبارزه بکند و در آن صورت است که میتواند کم کم به هدف خود برسد. لذا چقدر خوب فرمودن که از صبر مرون لا یتجرعه الا حر. صبر بسیار تلخ هست ولی صبر را نمیتواند کسی بیاشامد اگر مایع باشد مگر کسی که آزاده باشد. در حوادث روزگار و زندگی اگر در زندگی خود دچار مشکل بشویم که میشویم عادتا، تمام اینها مدتی دارد. همچنان که دوران آسایش به پایان میرسد، مشکلات هم به پایان میرسد. اینطوری نیست که وقت انسان در اسارت مشکلات و تنگناها قرار گرفت همیشه به همون حالت باشد. لذا خصوصا فرد مؤمن که دست تقدیر خدای سبحان را در ورای امور میبیند، اگر بر خدا توکل بکند و اجرش را از خدا بخواهد و صبر بکند و دست به تدبیر بزند، و مرور زمان خواه نخواه بر بخش از مشکلات و یا کل مشکلات مسلط خواهد شد. مولا مولا
نکته دیگری که امیر المؤمنین علیه السلام اینجا مطرح فرموده است، فرمود و زهد و ثروتون، داشتنی خصلت زهد خودش برای انسان سرمایه هست. مگر سرمایه چی هست؟ سرمایه عبارت است از مال و امکانات دنیا که موجب بنیازی انسان بشود و انسان به سمت دیگران دست دراز نکند. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید فرد زاهد هم ثروتمند هست، به خاطر اینکه خصلت زهد باعث می شود که انسان اهل طمع نباشد، دیگران از شر او در امان باشد و به صورت طبیعی مثل یک انسان غنی هیچ وقت به دیگران ضرر نمی زند و از جهت مالی خود کفا هست و به همان اقل که دارد اکتفا می کند. لذا امیر المؤمنین علیه السلام اینجا وقت می فرماید و زهد و ثروتون، به معنای واقعی کلمه همون کارکرد ثروت، همون نتیجه ای را که انسان از ثروت مادی می گیرد، تا حدودی با زهد می توان به دست آورد. و مستحضرید که زهد اسلامی معنایش این نیست که کسی مال و امکانات نداشته باشد. معنای زهد اسلامی این هست که علق و دلبستگی انسان بیش از حد به دنیا نباشد، به این امور وابستگی نداشته باشد. بنابراین بیمیلی و بیعلاقه گوینها برگشت به درون انسان دارد. غنا باید در درون انسان نهفته باشد و اسلام روی این جهت تأکید دارد. لذا ممکن است کسی بسیار امکانات دنیا را داشته باشد ولی زاهد باشد، و ممکن است کسی هیچ امکانات دنیا را نداشته باشد، فقیر محض باشد ولی در عین حال صفت زهد با او همراه نباشد. نکته دیگری که اینجا حضرت مطرح می فرماید به عنوان خصلت بعدی فرمود والورع جنتون، کسی که اهل ورع باشد همیشه سپر و محافظ به همراه خود دارد. ورع یک مرحله بالاتر از تقوا است، آنطوری که اهل نظر و علمای اخلاق فرموده اند درست است که فرد متقی هم گناه نمی کند، البته واجبات را انجام می دهد و از گناهان کبیره و صغیره یا حداقل کبیره اجتناب می کند، اما فرد متورع یا اهل ورع اون فردی است که حتی از موارد شبهه هم اجتناب بکند. نه تنها واجب را ترک نمی کند، نه تنها حرام را مرتکب نمی شود، بلکه بالاتر از اون از موارد شبهه هم اجتناب می کند. امیر المؤمنین علیه السلام اینجا تأکید می کند که والورع جنتون، کسی که اهل ورع باشد و لباس ورع را داشته باشد و از نظر قوت اراده و از نظر قوت قلب به مرحله ورع رسیده باشد، همیشه محافظش با خودش هست. خطرهای گناه، خطرهای وساوس شیطان و خطرهای افتادن به بسیار از دامه ها نسبت به این شخص تا حدودی برطرف شده است. لذا هست که امیر المؤمنین علیه السلام روی بحث ورع تأکید می کند و آخرین نکته ای که مطرح می کند یا آخرین صفت مثبتی که اینجا در حکمت چهارم مطرح می کند فرمود و نعم القرین الرضا، بهترین مصاحب، بهترین قرینی که یک مؤمن می تواند داشته باشد عبارت است از راضی بودن به قضا و قدر خداوند. راضی بودن به قضا و قدر خداوند که امر قلبی هست، زندگی را برای انسان ساده می کند، حزن و اندوه را از انسان می گیرد، صبر و مقاومت انسان را بالا می برد و روحیه امید را در انسان افزایش می دهد. به عبارت دیگر، وقتی انسان موحد این عقیده را داشته باشد که در پس پرده تمام کارهایی که در صحنه زندگی او هست اراده حکیمانه نهفته است و اون فرد حکیم خواه نخواه دست تدبیرش در این موارد وجود دارد، تا حدود تسلی پیدا می کند. البته طبیعی است که در عالم اختیار و در این عالم ممکن است بسیار از ظلمه های واقع بشود و انسان ها روی همدیگر ظلم بکنند. دار هم دار ابتلا و امتحان هست و تمام عمر یک مؤمن در عرصه امتحان قرار دارد.
ولی در کل وقتی در زندگی خود کمبودی را احساس بکند، با بیماری مواجه بشود، با مصیبت خدای نکرده مواجه بشود، با مشکل خاصی دیگری مواجه بشود، وقتی احساس میکند که خدای حکیمی که هم علمش، هم رحمتش، هم قدرت و حکمتش بی پایان هست و بر بسیار از امور آگاهی دارد، انسان خود به خود تا حدودی تسلی پیدا میکند. در واقع خود بحث رضا که یکی از بالاترین مراتب کمال انسان هست و اکثر انسان ها این خصیصه را نمی توانند داشته باشند و در واقع مقربین درگاه الهی هستند که این صفت را دارند، اگر کسی این صفت را با خود همراه داشته باشند، واقعا همانطوری که حضرت فرمود بهترین رفیق را برای خود پیدا کرده است. رضا باعث می شود که انسان در حالت از سرور و امید زندگی بکند، امیدوار باشد، بسیاری از ناگواره های زندگی برای او سخت تمام نشود. لذا امیر المؤمنین علیه السلام چندین خصلت را که البته بعضی ها منفی و بعضی ها مثبت بودن اینجا مطرح کردن و همچنان که عرض کردم، مقصود از رضا این هست که اگر انسان مواجه با تنگناها در زندگی شد، با مصیبتها شد، خود را نبازد و اینها نوعا همه اش برمیگردد به روح انسان. خود راضی بودن، حریص بودن، زاهد بودن، نوع اینها برمیگردد به درون انسان و علم اخلاق اسلامی و ائمه اهل بیت علیهم السلام کوشش میکند که درون و جان فرد مؤمن را منضبط بکند. همچنانی که جسم ما باید توانا و جسم ما باید سالم باشد، کوشش میکنند که روح ما هم سالم و منضبط باشند. و واقعا در بسیاری از موارد با اینکه جسم سالم هست ولی چون روح سلامت ندارد، مشکلات در زندگی انسان به وجود می آید و وجود دارد. در هر صورت اینها نکاتی بود که امیر المؤمنین علیه السلام اینجا مطرح فرمودند و در پایان بحث بار دیگر حکمت چهارم را محضر بینندگان عزیز تکرار می کنم و ترجمه می کنم که حضرت فرمود العجز و آفتون، کسی که عاجز باشد آفت را با خود دارد، و صبر و شجاعتون، کسی که صبر داشته باشد شجاعت را با خود دارد، و زهد و ثروتون، و صفت زهد خودش سرمایه هست، و الورع و جنتون، همچنانی که خصلت و صفت ورع خودش سپر انسان هست، و نعم القرین و الرضا، بهترین قرین و یاور و بهترین مصاحب و رفیق و همنشین برای انسان عبارت است از راضی بودن به قضا و قدر خداوند متعال. باز از خدای سبحان میخواهم که توفیق علم و عمل را برای همه ما به این دستورات حکیمانه عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی.